سلام، خوبی؟ قربانه، چه خبرها؟ سلامتی شما. ببینم امروز چه داستانی برام داری؟ داستان؟ آره دیگه، یک بار نشد ما تو رو ببینیم، یه ضرب المثل تو آستینت نداشته باشی. منتظر بودیم ببینیم این دفعه چه داستانی پیدا کردی. اتفاقا دیشب داشتم یه فیلم میدیدم، یه جا دعواشون شده بود. آخرش نفر برگشت به رفیقش گفت باشه، کو به کو نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. رفتم پیش ببینم داستانش چیه. خب چیزی هم گیرت اومد؟ میشه آدم پی چیزی بره پیداش نکنه؟ روزی روزگاری در دامنه کوهی دو تا آبادی بود، بالا کوه و پایین کوه. از بین دو کوه چشمه‌ای روان بود که به هر دو تا آبادی میرفت و زمینهاشون رو سیراب میکرد. سالها بود که مردم به همین شیوه زندگیشون رو میکردن و مشکلی نداشتن، تا اینکه یک روز ارباب ده بالا کوه تصمیم گرفت که برای گرفتن زمینهای ده پایین و سلطه به مردمش راه چشمه رو به پایین کوه ببنده. به این ترتیب زمینهای ده پایین کم کم خشک شدن. مردم برای اعتراض به همراه کت خداشون به ده بالا رفتن و خواستن که راه آب باز بشه. اما ارباب ده بالا گفت یا باید رعیت من بشین یا تا ابد بدون آب بمونی. بالا کوه مثل اربابه و پایین کوه رعیت. این دوتا کوه به هم نمیرسن. من ارباب هستم و شما رعیت. مردم ده پایین ناراحت شدن و برگشتن. بعد از چند روز تصمیم گرفتن که قناتی بکنن و از آبش استفاده کنن. برای همین هم جمعی با هم دیگه بیل و کلنگ برداشتن و چند قنات خوب حفر کردن و آب چشمه دوباره به زمینهاشون راه پیدا کرد و کم کم چشمه بالا کوه خشک شد. ارباب بالا کوه وقتی این وضعیت رو دید چاره جز تسلیم نداشت. به ده پایین رفت و گفت شما با این کار چشمه ما رو خشک کردین. اگه میتونین سر یکی از قنات‌ها رو به سمت ده ما برگردونین. کت خدای پایین ده گفت اولا آب از پایین به بالا نمیره. بعد هم یادت هست که گفتی کوه به کوه نمیرسه؟ تو درست گفتی، کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه. از اون موقع این جمله به عنوان ضرب المثل رایج شد. این ضرب المثل معمولاً وقتی به کار میره که فردی کار ناجوانمردانه ای انجام میده و مدت ها بعد فردی که در حقش این کار ناروا انجام شده فرصت تلافی پیدا میکنه. اینجور وقتا میگن کوه به کوه نمیرسه ولی آدم به آدم میرسه.